حدیث آمده در صحیحین از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم سوال شد که بزرگترین گناه ها نزد خداوند چی هست؟ رسول الله می فرماید ان تجعل لله ندا و هو خلق خلقك، یک بر خدا یک شریک را مقرر بکنی، یک ند را همسان را شریک مقرر کنی، از بزرگترین گناه ها نزد خدا هست. گفت بعدش، گفت بعد گناه بزرگ بعد از این او گناه هست که یک کس فرزند خود را بکشه که در نان با ما شریک نشود، که ما فقیر نشود، فرزند خود از بین ببره که ما نان ما کم نشود، غذا و طعام ما کم نشود. گاهی خود بعضی کسا میگن ما اولاد نمی کنم که باز چی نشود، باز رزق مرا نخوره. لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، شما فرزندایتون به خاطر ترس از گرسنگی شما نکشین، شما از بینش نبرین. یک از گناه های بزرگ نزد خدا هست. دیگه گناهی که نزد خدا بزرگ هست در سومین درجه قرار داره، او کسی هست که کسی با همسر همسایه خود خیانت میکنه. یک کسی همسایه شما هست، در پهلوی خانه شما قرار گرفته یا در پهلوی بلاک شما قرار گرفته، کسی که با او خیانت میکنه یک از جمله گناه های بزرگ نزد خدا هست که خیلی اوقات در بعضی جای صورت میگیره، خصوصا او همسایه هایی که در یک دهلیز زندگی میکنن خیلی اوقات صورت میگیره و یک خیانت، خیانت خیلی بزرگ است. پس این هم یک نوعی از تقسیمات گناه ها هست، انواع گناه ها که امروز تقسیماتش بیان میشه و اختلاف در مورد تعداد گناه های کبیره وجود داره. ابن مسعود میگه گناه های کبیره 4 تا هست، ابن عمر میگه که 7 تا هست، عبدالله بن عمرو میگه گناه های کبیره 9 تا هست، عده دیگر میگه که گناه های کبیره 11 هست. ابن عباس رضی الله عنه میگه، رضی الله عنهما، که گناه های کبیره 70 تا هست. وحده دیگری هم میگه که در این بخش هم یک نظر از عبدالله بن عباس رضی الله عنهما هست، او میگه گناه های کبیره به 700 تا میرسه، به 700 تا گاهی گناه انجام میدیم، متوجه کوچکی گناه نباشیم، متوجه ازی باشیم که از کی انجام میدیم، از کی نافرمانی میشه، متوجه کوچکی گناه نباید باشیم، متوجه بزرگی او ذات باشیم که از اون نافرمانی صورت میگیره. اگر این تو یک مفکوره داشته باشیم، تمام گناه ها در ذهن ما شما گناه های کبیره باید تلقی شود که گناه کبیره است. او ذات شایستگی از زیر نداره که ما تو زنا فرمانی بکنیم، او یک جایگاه خیلی بلند داره. ابو طالب مکی میگه، میگه از لا بلای سخنای اصحاب رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم به این نتیجه رسیدم که 4 گناه مربوط به قلب میشه. بیشتر یادآوری کردم که انواع گناه های امروز بیان میشه، 4 گناه مربوط به قلب: یک، شرک، پایداری بر معصیت، دوامدار انجام دادن معصیت. ای از گناه های قلبی هست، چون که تو از قلب، از طرف قلب دکتی میشه، سویچ میشه، کنترل میشه، برو انجامش بده. چون اذا صلح صلح الجسد كله و اذا فسد فسد الجسد كله، اگر او بد شد تمام فکرت، کارت، برنامه‌ایت بد میشه، اگر او خوب شد اندامایت خوب میشه، چون او در اعضا رئیس اعضای تو هست، رئیس اندام های تو هست، او اگر بد شد تمامش بد میشه. و همچنان یکی از گناه های قلبی ناامیدی از رحمت خدا هست. لا تیأسوا من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون، از رحمت خدا ناامید نشوید. کسی که از رحمت خدا ناامید میشه یکی از گناه های قلبی را مبتلا شده. چرا؟ وقتی ما که از رحمت الله ناامید میشیم، در حقیقت ما خدا را کم دانستیم. کم دانستن خدا خودش گناه است. ما نسبت به خدا بدگمان شدیم، ما اجازه نداریم. ذلکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم فاصبحتم من الخاسرین، این گمان شما هست که شما یک گمان بد نسبت به خدا دارین، فاصبحتم من الخاسرین، ما شما را از جمله زیانکارا میگردانیم و شما گشتین از جمله زیانکارا. ناامیدی از رحمت خدا از جمله گناه های قلب هست. و همچنان آرامش خاطر در برابر عذاب خدا از گناه های قلب هست. چه قسم؟ یک گناه را انجام میدیم، مطمئنم به این میباشیم که بالای ما عذاب نازل نمیشه. بعضی کسایی تو فکر میکنن که عذاب به این معناست که از یک جای مگه خون سرازیر شده، می عذاب هست. اگر مرا جای موتر زد، امی عذاب هست. اگر جای خانه ما در گرفت، آتش گرفت، حریق شد، عذاب هست. نه، گاه اوقات عذاب طوری می باشه که بی صدا اما خیلی صدا دهنده، خیلی درد دهنده. و کدام عذاب هست؟ از عبادت لذت نمی بری، از دعا کردن لذت نمی بری، دعا دلت نمی شه، فرصت عبادت برات مساعد نمی شه، تلاوت قرآن یک صفحه نمی تانی، یک لحظه در مجلس علمی نشسته نمی تانی، یک لحظه یک اندازه کار نیک انجام داده نمیتونی، نمیتونی که سجده تر از یک دقیقه، از 30 ثانیه اضافه تر طولانی کنی، نمیتونی، توانایش نداری، زود میخوای که سرت بلند کنی. یک نوعی از عذاب هست.
گرفتن توفیق از یک انسان که نمیتونیم انجام یک عمل را بکنیم، در حالی که خیلی انسان ها و کارها رو مثل آب انجام میدن، نوشیدن آب برش آسان هست. این معلوم دار هست که انسان از رحمت خدا که نعمت شد و آرامش خاطر در مقابل عذاب خدا داره، از گناه های قلب مسمى میشه. و ابو طالب مکی در ادامه سخنهای خود میگه چهار گناه مربوط زبان میشه. یک شهادت دروغ، خوب میفهمی که می حق هست، دروغ شاهدی میده انسان، از گناه های زبان هست. تهمت زنهای پاک دامن، ما آیت قرآن کریم داریم ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره، و کسایی که پاک دامن ها را تهمت زنا میزنن لعنت خدا بالایشون شده در دنیا و آخرت، از برای اونها عذاب دردناک هست، از برای اونها عذاب سختی است که میفهمی که این انسان پاک دامن هست، همین مرد یا این زن پاک دامن هست، ولی بازم پشتش تهمت زنا را میزنه. از گناه های زبان هست، خیلی خطرناک. و همچنان سوگند به دروغ، قسم میخوریم به دروغ، میفهمیم که این کار نشده، صورت نگرفته، میگم قسم به خدای صورت گرفته، سوگند به دروغ هست. و همچنان سحر و جادو توسط زبان خود چیزی میخوانیم با کسی یا بالای کسی، او را در حقیقت از امو آدرس او را به سحر خود مبتلا میسازیم یا جادویش میکنیم، از گناه های زبان هست. سه گناه مربوط شکم میشه: شراب خوری، خوردن مال یتیم و همچنان سود خوری، از جمله گناه های شکم هست. ایر ابو طالب مکی میگه دو گناه مربوط عورت میشه: زنا و لواطت، از جمله گناه های ذلیل کننده، از جمله گناه های نابود کننده، از جمله گناهایی که تمام خوبی ها و تمام وجاهت اجتماعی انسان را، شخصیتی انسان را، معنویت انسان را در بدر میکنه، خراب میکنه. دو گناه مرتبط به دست است. ابو طالب مکی میگه قتل و سرقت، یک کسی یک بیگناهی را میکشه، و یا دزدی کردن مربوط دست میشه. یک گناه مربوط پا میشه: فرار از جنگ، در مقابل دشمن میرزمی، از این جنگ فرار میکنه، جنگ شرعی هست، از این فرار میکنه. الله چی میگه؟ یا ایها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. غضب خدا برای انسان شده که از جنگ فرار میکنه. و یک گناه به تمام بدن تعلق داره: آزردن پدر و مادر. ابو طالب مکی میگه که یکی از گناهایی که تمام بدن او را توسط تمام بدن صورت میگیره انجام میشه، او گناه ها او چی هست؟ آزردن و آزرده کردن پدر و مادر هست. خیلی گناهی سخت است. گناه های کبیره را با صغیره چی قسم تفکیک کنه؟ گناه های کبیره چی هست و صغیره چی هست؟ در قرآن کریم اگر کدام گناهی را دیدیم که لعنت خدا در اون مورد آمده بود، مثلا من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، اگر لعنت ذکر شد از جمله گناه های کبیره هست. علما میگن البته اگر در مورد یک گناه خشم پروردگار ذکر شده بود و مجازات در مورد ذکر شده بود، از جمله گناه های کبیره هست. اگر برای گناه حد تعیین شده بود، حد سرقت، حد قذف، حد به اصطلاح کسی شراب میخوره یا زنا میکنه، چه مجرد و متأهل، حدی که برش تعیین میشه، از جمله گناه های کبیره هست. و همچنان از جمله گناه های کبیره ای هم گفته میشه، علما ذکر کردن که دیگه شریعت ها با او اتفاق نظر داشته باشن که گناه هست، این هم از جمله گناه های کبیره مسمى میشه. که یکی از او گناه ها که سختترین و بزرگترین هست، از جمله گناه ها که در تقسیمات قبلا ذکر کردیم، شرک به خدا هست. بزرگترین گناه، بزرگترین نافرمانی، بزرگترین معصیت. انا اغن الشرکاء، یعنی شرک. الله میگه ما او کسی هستم که غنی هستم از این که مردم برای ما شریک مقرر بکنه. من خیلی از این غنی هستم و واقعیت غنی هست و اصلا به شریک نیاز نداره، او اصلا به یار نیاز نداره که در پهلویش یک کسی باشه که یاری بکنه در کارش، نیاز به این نداره. ولی شرک هم انواع مختلف داره. یک شرک اعتقادی هست. او کدام نوع شرک هست؟
چیزی که متعلق به ذات خدا به اسماء و صفات خدا باشه ما ایره شریک میسازیم الله متعال را کسر با الله متعال در این صفاتش در ذاتش در افعالش یا در اسماء پروردگار کسر شریک میسازیم یا جمله شرک های اعتقادی است یک از انواع شرک شرک در عبادت است رسول ما صلی الله علیه و سلم میفرماید الشرك في هذه الام في هذه الامه اخفى من دبيب النمل شرک در این امت خفیفتر و نازکتر و سبکتر از این هست که مثل که یک مرچه بالای یک سنگ قدم میزنه را میره از این قدم خفیفتر است از صدای پای مرچه کرده هم خفیفتر است خود ریا یکی از انواع شرک است این شرک در عبادت گفته میشه گاهی اوقات شرک در کردار و گفتار وجود داره شرک کردار چی رو گفته میشه که در عمل خود ما یک کار مشرکانه را انجام بدیم یک کار شرک آمیز انجام بدیم یک کار را انجام بدیم که در حقیقت ما با عبادت در عبادت خدا کسر شریک ساختیم مثلا سجده به غیر خدا لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله برای هیچ کس اجازه نیست که برای کسی سجده بکنه الا مگر برای الله برای الله سجده الله شایسته ای است که برش سجده شد دیگه برای هیچ کس سجده جواز نداره شرک در کردار هست در عمل ما شما هست یا طواف غیر از بیت الله یک کس جای دیگر طواف میکنه بدون بیت الله کدام جای دیگر اجازه نیست کسی طواف بکنه نه قبر نه کدام کسی دیگر نه زنده و نه هم مرده اجازه نیست کسی طواف بکنه ای از شرک های کرداری هست و یک شرک مرتبط به اعمال هست مرتبط به کردار هست بوسیدن سنگ غیر از حجر الاسود کسی یک سنگ را بوسه میکنه سنگ هر چقدر مقدس باشه از هر جایی که آورده شده باشه سنگ قبر کسی باشه حتی سنگ قبر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اجازه نیست کسی بوسه بکنه الا مگرم امو حجر الاسود بس خلاص سنگ سیاهی که در یک بغل یک پهلوی خانه کعبه نصب شده اون مشکل نداره چون سنت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله است و اون به این نظر بوسه نمیشه که یک عبادت شوه یک چیزی یک عبادت بکنه میره ما چون که روش پیامبر است به گفته عمر رضی الله عنه به او خاطر بوسه میشه ور نه او سنگ کدام خصوصیت دیگه وجود نداره او به موت نفع و ضرر رسانده نمیتونه شکر سنت پیامبر است پیامبر انجام داده و ما خود فرمانبرداری از این هستیم و سر ما واجب است که از اعمال پیامبر ما اطاعت بکنیم در بعضی موارد واجب در بعضی موارد فرض در بعضی موارد سنت و مستحب و از شرکیاتی که در باب کردار داخل میشه بوسیدن قبرها یا مالیدن دست به قبرها رسول ما صلی الله علیه و سلم دعا میکرد که اللهم لا تجعل قبری وثنا یعبد ای الله قبر مرا بت نساز که مردم رو عبادت بکنن والحمدلله نشد تا به حال که کسی قبر پیامبر عبادت بکنه کسی قبر پیامبر را طواف بکنه پس اینی شرکیاتی هست که در باب کردار داخل هست بعضی شرکیات در گفتار هم وجود داره سوگند به غیر خدا کسی که به غیر خدا قسم میخوره من حلف به غیر الله فقط اشرک کسی که به غیر خدا قسم یاد میکنه سوگند میخوره یک عمل مشرکانه را انجام داده یک عمل مشرکانه مشرک نگوییم زوده کرده فقط اشرک اینه عمل مشرکانه پس ای از کارهایی است که در شرک گفتاری داخل میشه و یک شرک که آخرین چیزی که ما یادآوری میکنیم البته در بخش گفتار داخل نمیشه بدگمانی نسبت به خدا اینکه انسان نسبت به خدا بدگمان میشه که الله متعال چرا مرا خلق کرد و الله متعال این مسیر شر یا شر چرا خلق کرد این جهنم از چی خاطر هست و فلان از چی خاطر هست بدگمان نسبت به خدا نشه اگر نسبت به خدا بدگمان شدیم یک نوع گناهی است که ما در فکر خود میپرورانیم پس امروز فقط انواع گناه ها بیان شد بعضی مجازات هم که در مورد گناه ها ذکر شد در سایه بعدی انشاءالله ذکر میشه همه قدر دست انشاءالله کفایت میکنه چون امروز روز پنجشنبه هست بعضی کسا شاید کار داشته باشن اگر حق گفته باشم از جانب الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده اگر نه حق گفته باشم سهم شیطان بوده خطای لفظی گفتاری و علمی را به بزرگواریتان عفو میکنیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته